نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو با ما همراه شدن. سلام می‌کنم خانم دوستدار. یه پست در حقیقت تخصصی وزارت بهداشت، چرا بررسی صلاحیت وزیر بهداشت تا این اندازه سیاسی و عقاید سیاسی ظفرقندی مورد بررسی و سوال قرار می‌گیره؟ درود بر شما. اساساً روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی همیشه یک فرایند سیاسی بوده، در دست کم در جمهوری اسلامی چندان برنامه ها محل توجه نبودن و بیشتر در واقع گرایش های سیاسی و جناحی محل توجه نمایندگان بوده، حالا تو دوره های مختلف شدت و ضعف داشته. الان ما در با یک مجلس یک دست اصولگرا روبرو هستیم که قرار هست به یک کابینه ای که حالا ترکیبی است از گروه های مختلف سیاسی رأی بده، ولی به هر حال دولتی بر سر کار خواهد آمد که خودش رو اصلاح طلب میدونه. طبیعی است که این مناقشات سیاسی در روند بررسی وزرای کابینه چند برابر میشه. آقای ظفرقندی نه فقط با در واقع انتقاداتی در مورد جنبش مهسا در همین مسئله آمبولانس ها مواجه شدن، بلکه حتی یک نماینده ماجرا رو کشون به در واقع جنبش سبز و عاشورای 88 رو از همون زمان ایشون رو در واقع متهم کرد که حامی فتنه است و خب تا به امروز و مسئله رد صلاحیت ها رو هم همچنان مطرح کردن و بیان کردن که چرا اساسا مجلس باید به کسی که این مجلس رو انتخاباتی که منجر به روی کار اومدن این مجلس شده رو مهندسی شده میدونه اصلا چرا باید صلاحیتش رو بررسی بکنن. در مجموع اون چیزی که تو سخنان منتقدان دیده میشد همین در واقع خطکشی های جناحی و تعیین تکلیف کردن های نمایندگان بود برای در واقع مخالفت با آقای ظفرقندی و کمتر اشاره شد به وضعیت بهداشت و درمان کشور از سوی نمایندگان و اینکه چه انتظاراتی باید بره از یک وزیر در یک حوزه کاملا تخصصی که از قضا حوزه بسیار پرمسئله هست. هم دوستان همین الان که شما صحبت میکنید دوستانم هم تصاویر اعتراضات پرستاران رو هم نشون میدادن. حوزه بهداشت و درمان چه وضعیتی داره؟ اگر ظفرقندی بتونه رأی اعتماد بگیره در چه شرایطی این پست رو تحویل میگیره؟ همونطور که اشاره کردین و تصاویر هم گویا هستن، ما در دقیقاً داریم در روزهای بررسی صلاحیت یک وزیر بهداشت رو در جمهوری اسلامی مشاهده می‌کنیم که همزمان داره در بیمارستان‌های سراسر ایران اعتصاب گسترده و فراگیر پرستاران اتفاق می‌افته و این اتفاق در واقع جدیدی نیست. سال هاست که اعتصاب ها و اعتراضات جامعه پرستاری کادر درمان وجود داره. هیچ بخشی از این نظام سلامت از وضعیت راضی نیست، نه بیمار راضی است، نه پرستار، نه پزشک. وضعیت معیشتی کادر درمان به ویژه پرستاران همیشه مورد بحث هست، در شکننده ترین وضعیت قرار دارن و خب این تنها تازه یک بخش خیلی کوچک از مشکلات نظام سلامت در ایران. جمهوری اسلامی و از جمله همین آقای ظفرقندی امروز در صحبت‌هایی که کردن بیان کردن که ایران در بهترین وضعیت از لحاظ در منطقه قرار داره از لحاظ مسائل پزشکی. خب این ادعای دروغی است. ما با مشکلات ارزی در واردات دارو، با فرسودگی تجهیزات مواجه هستیم، با کمبود سرانه تخت بیمارستانی مواجه هستیم، با بیمه نامناسب، هزینه های سرسام‌آور درمان مواجه هستیم و همچنین کیفیت آموزش پزشکی به دلیل مهاجرت گسترده کادر درمان، پزشکان و پرستاران و همچنین مسئله سهمیه های بی حساب و کتاب رشته های پزشکی بسیار زیر سوال هست و همه اینها وضعیت نظام پزشکی رو بسیار بحرانی کرد. خانم دوستا بسیار ممنونم از توضیحاتتون.